با درود بر شما به برنامه ایران و جهان در هفته ای که گذشت خوش آمدید. در این برنامه نخست در گزارشی به وضعیت بحران بیکاری در ایران می‌پردازیم. در ادامه نگاهی داریم به واکنش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نسبت به کاهش قیمت جهانی نفت و به گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر سوریه می‌پردازیم که شمار کشته شدگان جنگ سوریه را در سال 2014 بیش از هفتاد و شش هزار نفر اعلام کرده است با ما همراه باشید حسین تایی معاون وزیر کار ایران میگوید هفت میلیون بیکاره و علاف در کشور داریم که نه شغل دارند نه مهارت و به دنبال اشتغال هم نمیگردند در همین راستا به گفته مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در فصل پاییز ده و پنج ده درصد بوده که نسبت به تابستان افزایش یک درصدی نشان میدهد معاون وزیر تعاون کار و رفای اجتماعی از خیلی میلیونی افراد علاف در کشور و مشکل ساز بودن این گروه از بیکاران برای اقتصاد ایران سخنانده است. حسن تایی در برجنورد گفت که 7 میلیون بیکاره در ایران فاقد هر گونه درآمد یا مهارت هستند اما به دنبال اشتغال هم نمی روند. خبرگزاری ایلنا به نقل از حسن تایی نوشت در اصطلاح خارجی به این گروه از بیکاران نت گفته می شود که در دوره ای به دنبال کار می روند اما پس از مدتی به صورت ابر پراکنده شده و خبری از آنها نیست و در اصطلاح آمیانه به آنها الاف گفته می شود. معاون وزیر کار افزوده که این گروه بیکارگان می توانند برای بازار کار و اقتصاد ایران مشکل ساز شوند و لازم است راهکاری برای مهارت آموزی و اشتغال آنها اندیشیده شود. تا این را هم گفته که یک میلیون و پانصد هزار فرصت شغلی در بازار کار ایران در دست افغان هاست. این گروه از اتباع خارجی فرصت های شغلی سخت را در اختیار دارند که به نظر می رسد در ایران کمتر به این نوع مشاغل علاقه مندن. افغانهای حاضر در ایران در مشاغل سختی چون دامداری و چوپانی، مرغداری، بنایی و یا چاهکنی مشغول می شوند. علی ربیعی وزیر کار ایران پیشتر گفته بود که صدها هزار نیروی جویای کار تحصیل کرده اما غیر ماهر در ایران وجود دارند. او با انتقاد از فرهنگ سرمایه گذاران در بهرهوری یک شبه از کرده بود که پنجاه درصد متقاضیان کار در ایران فاقد مهارت‌های حرفه‌ای هستند. همزمان با معاون وزیر کار، مشاور ربیعی نیز اعلام کرده که هر دقیقه به طور میانگین بیش از یک نفر به بازار کار ایران اضافه می‌شود که معمولاً تحصیل کرده دانشگاهی است. خبرگزاری تصنیم به نقل از مسلم خانی نوشت باید های برابر اشتغال ایجاد شود و شانس دسترسی افراد به مشاغل متناسب با تخصص آنها باشد و رانت شغلی مثبت یا منفی نداشته باشیم که در حقوق کار و در سطح بین الملل روی آن تاکید می شود. در همین راستا، نتایج جدیدترین آمارگیری مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ بیکاری در ایران بار دیگر افزایش داشته است. به گزارش این مرکز ده ممیز پنج درصد جمعیت فعال در کشور بیکار هستند. این رقم حاکی از افزایش یک درصدی نرخ بیکاری نسبت به فصل تابستان است. به گفته مرکز آمار ایران شمار بیکاران در پاییز امسال دو میلیون و و هزار نفر بوده است. بیش از دو میلیون نفر از این افراد در مناطق شهری و بقیه در مناطق روستایی ساکن هستند. در این گزارش نرخ بیکاری برای زنان در این فصل 20 ممیز 3 درصد و برای مردان 8 ممیز 7 درصد ذکر شده است. در این میان نرخ بیکاری در مناطق شهری با 11 ممیز 7 درصد بالاتر از مناطق روستایی با 7 ممیز 4 درصد بوده است. گزارش مرکز آمار ایران همچنین حکایت از افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 29 ساله را دارد. نرخ بیکاری در این گروه 21 8 درصد ذکر شده است که در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی این آمار با فصل مشابه در سال گذشته افزایش دو دهم درصدی و با فصل قبل از آن افزایش یک شش درصدی را نشان می دهد. سهم اشتغال به ترتیب در بخش خدماتی، 48 ممیز 8 درصد صنعت 34 ممیز 4 درصد و کشاورزی 16 ممیز 8 درصد ذکر شده است استان کرمانشاه با 15 ممیز 3 درصد و استان مرکزی با 5 و درصد بیشترین و کمترین نرخ بیکاری را در میان استانهای ایران دارند در تعریف مرکز آمار فرد شاغل به افراد ده ساله یا بیشتر گفته می شود که حداقل یک ساعت در هفته کار کرده یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشد. بسیاری از کارشناسان آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران را خلاف واقع دانسته و میگویند روشهای اعمال شده در این آمارگیریها تطابقی با استانداردهای جهانی ندارند بر اساس معیارهایی که در این آمارگیری های تعریف شده بیکار به کسی گفته می شود که در هفته زمان آمارگیری شغلی نداشته و از سه هفته پیش از آن نیز جوای کار بوده باشد طبق این تعریف شخصی که در طول هفته برای نمونه یک ساعت کار کرده باشد شاغل به حساب می آید با توجه به همین موضوع کارشناسان بر این باورند که میزان افراد بیکار در ایران بسیار بیشتر از میزان رسمی اعلام شده است. معاون وزیر خارجه ایران میگوید که اگر عربستان سعودی اقدامی در جهت بالا بردن بهای نفت نکند کشورهای خاورمیانه آسیب خواهند دید. حسین امیر عبداللهیان همچنین بر تعهد ایران در زمینه ادامه حمایت از دولت بشار مدعی شد آمریکا در اصل نمیخواهد گروه داعش را از بین ببرد معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت که عدم همکاری عربستان در زمینه جلوگیری از کاهش قیمت نفت یک خطای استراتژیک خواهد بود و تهران مذاکرات بیشتری با ریاض در این زمینه انجام می دهد. حسین امیر عبداللهیان معاون کشورهای عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران در این مصاحبه اختصاصی گفته است اگر عربستان تولید نفت خود را کاهش ندهد، کاهش قیمت‌های جهانی به اقتصاد کشورهای خاورمیانه صدمه خواهد زد. به گزارش رویترز، وی گفت که بی‌تحرکی عربستان در مواجهه با افت چشمگیر قیمت نفت طی شش ماه گذشته یک خطای استراتژیک است و اظهار امیدواری کرد که عربستان در مواجهه با این وضعیت سکوت نکند. گفتنی است که عربستان سعودی بارها تاکید کرده است تولید خود را کاهش نخواهد داد چون بلافاصله یکی از کشورهای غیر عضو اوپک مثل روسیه این کاهش را پر می کنند. وزیر نفت سعودی ان نعیمی اخیرا گفته بود کاهش بهای نفت موقتی است و به زودی نفت بهای سرقمی خود 100 دلار باز خواهد گشت. های جهانی نفت هم اکنون به کمترین میزان خود از سال 2009 رسیده است. و عدم تفاهم دوازه عضو اوپک برای کاهش سقف تولید در ماه نوامبر باعث ایجاد شک دیگر در بازار و سرعت گرفتن کاهش قیمت نفت شد. قیمت نفت از 110 دلار در تابستان امسال به زیر 60 دلار سقوط کرده است. قیمت نفت برنت در روز پنجشنبه به 57 دلار و 33 سنت و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت نفت پای آمریکا به 53 دلار و 27 سنت رسید. ایران و ونزوئلا به شدت بر کاهش تولید اوپک تاکید دارند در حالی که عربستان میگوید کاهش تولید این سازمان باعث خواهد شد که دیگر تولید کنندگان نفت جای خالی نفت اوپک در بازارهای جهانی را به سرعت پر کنند. امیر و عبداللهیان می گوید که چندین دلیل برای افت قیمتهای جهانی نفت وجود دارد اما ریاض می تواند در این زمین نقش سازنده ای ایفا کند. به گفته وی اگر عربستان به توقف کاهش قیمت نفت کمک نکند این کار یک خطای جدی خواهد بود که نتایج منفی آن دامنگیر همه کشورهای منطقه خواهد شد رویترز می که اظهارات معاون وزیر امور خارجه ایران درباره موضوع وجود میان ایران شیعه و عربستان سنی را که برای نفوذ در منطقه به رقیب هم تبدیل شده اند برجسته کرده است. اگرچه امیدها به ایجاد روابط حسنه میان دو کشور از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در یک و نیم سال گذشته افزایش یافته بود امیر عبداللهیان در ادامه گفته که ایران درباره قیمتهای نفت با عربستان مذاکرات بیشتری انجام خواهد داد چه در سطح وزیران خارجه و چه در سطح وزیران نفت با این حال وی از دادن توضیحات بیشتر درباره جزئیات و زمان مذاکرات خودداری کرد معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین آنچه را مداخله نظامی عربستان در بحران بهرین از سال 2011 دانسته به شدت مورد انتقاد قرار داد. عربستان سعودی، امارات و کویت در التزام به پیمان دفاعی امنیتی بین دولتهای عضو شورای همکاری های خلیج فارس نیروی محدودی برای کمک به ارتش کوچک و نیروهای امنیتی بهرین به این کشور فرستادند. و این در حالی است که رژیم ایران هزاران تن از افراد سپاه پاسداران و بسیج را در حمایت از رژیم بشار اسد علیه مخالفانش به سوریه اعزام کرده است که هیچ مرز مشترکی با ایران ندارد. آقای عبداللهیان گفته که ادامه بازداشت شیخ علی سلمان رهبر شیعیان بهرین برای این کشور عواقب جدی خواهد داشت. دولت بهرین، ضمن محکوم کردن مداخلات جمهوری اسلامی در امور داخلی بحرین دیروز از رژیم ایران خواست بهتر است حقوق سلب شده ملت ایران را به ملت پس دهد و به جای دخالت در امور دیگران به فکر شهروندان خود باشد رویترز می‌نمی‌رسد که رویارویی و ایراد اتهامات دو جانبه عربستان و ایران تنها به موضوع بحرین خاتمه نمییابد بلکه دو کشور در سوریه، عراق، لبنان و یمن نیز از جناهای مخالف حمایت میکنند. این مقام وزارت امور خارجه ایران همچنین درباره حملات ائتلاف به رهبری آمریکا به مواضع گروه حکومت اسلامی داعش سابق در عراق و سوریه گفته است که آمریکا واقعا خواهان نابودی این گروه نیست. به گفته وی آمریکا نمیخواهد داعش را نابود کند و نه خواهان تضعیف آن است بلکه تنها میخواهد این گروه را تحت کنترل خود نگه دارد این ادعای امیر عبداللهیان نیز همچون دیگر ادعاهایش اساس و پایه‌ای ندارد آمریکا همراه با اعتلافی از کشورهای غربی و عربی طی چند ماه گذشته حملات هوایی به مواضع داعش را آغاز کردند و تا کنون مناطقی در عراق از کنترل این گروه تندرو اسلامی خارج شده است رویترز می‌نویسد که ایران نیز نیروهای سپاه پاسداران را برای کمک به دولت شیعه عراق در مبارزه با داعش به این کشور اعزام کرده است با این حال امیر عبداللهیان انجام حوالات هوایی نیروهای ایرانی علیه مواضع داعش را رد کرد وی گفته که آمریکا باید در زمین ابتکار عمل مبارزه با داعش را در دست می گرفت در حالی که حملات هوایی آمریکا کار جدی نبوده است این مقام ایرانی آمریکا را متهم کرد که یک روز از داعش حمایت می کند و روز دیگر علیه تروریسم اقدام می کند آمریکا برخلاف ادعای وی هیچگاه از داعش حمایت نکرده است بلکه این رژیم اسلامی و متحد سوریش هستند که در گذشته داعش را در سرکوب کردن نیروهای ارتش آزاد سوریه به طور آشکار یاری دادند. امیر عبداللهیان از تحریم های تازه آمریکا علیه افراد و شرکت های ایرانی نیز انتقاد کرد و گفت که این قبیل اقدامات بر مذاکرات هسته‌ای تأثیر منفی خواهد گذاشت. آمریکا و کشورهای غربی بر اساس توافق هسته‌ای ژنو متحد شدند که تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع نکنند اما تحریم افراد یا شرکت‌هایی که تحریم‌های موجود را دور می‌زنند یا نقض می‌کنند در دستور کار قرار دادند در آخرین مورد وزارت خزانهداری آمریکا روز نهم دی تعداد نه فرد و شرکت جدید را در رابطه با نقض تحریم‌های ایران به لیست سیاه خود اضافه کرد. در ادامه تحولات اخیر فدراسیون فوتبال ایران ظاهرا مربی پیشین تیم ملی امید به صورت یکی از کارمندان زن فدراسیون سیلی زده است اگرچه همسر این مربی موضوع را تکسیب کرده اما دوربین های مدار بسته این صحنه را ثبت کردند ماجرا به تجمع اعتراضی کارمندان فدراسیون فوتبال ایران در مقابل دفتر علی کفاشیان رئیس فدراسیون مربوط می شود. در روزهای اخیر در ادامه تغییرات در فدراسیون فوتبال اخباری مبنی بر برکناری قریب الوقوع نبی دبیر کل فدراسیون و جانشین احتمالی وی منتشر شده است. البته برخی منابع داخلی تجمع یاد شده را سازماندهی شده عنوان کردند. به نوشته وبسایت ویب تابناک، پس از سخرانی کفاشیان و نبی و پایان تحسن اعتراضی زهر حراتیان در حال رد شدن از مقابل دفتر خانم الف کارمندان تحسن کننده را بیشعور خطاب کرده است. خانم الف کارمندی است که میگوید از مربی پیشین تیم امید سیلی خورده است. زهر حراتیان مشاور رئیس فدراسیون در امور بانوان و همسر هومن افاضلی مربی پیشین تیم ملی امید است خانم الف با بیان اینکه به همراه چند تن از کارمندان به حراتیان انتقاد کرده گفته است کمی بعد از این ماجرا بود که به یک باره صدای عربدکشی کشی یک نفر در اتاق من شنیده شد تا به خودمان آمدیم آقای افازلی خیلی عصبانی وارد دفتر شدند و من را به دیوار چسباندند و به صورت من سیلی زدند و گفتند که چرا به همسر من فهاشی کردی در حالی که همه کارکنان شوکه شده بودند آقای افازلی را به زور در حالی که باز هم تلاش میکرد به من حمله کند از اتاق خارج کردند در همین حال زهره هراتیان همسر افاضلی سیلی زدن همسرش به صورت کارمند زن فدراسیون را رد کرده است. خبرگزاری فارس به نقل از هراتیان نوشت در روز درگیری وی از موضوع دیگری ناراحت بوده اما برخی فکر کردند که هراتیان با کارمندان تجمع کرده همدل نیست. این خبرگزاری به نقل از هراتیان نوشت آنجا یکی دو نفر بودند که جو را ملتهب و بعضی را تحریک می کردند و به من لقب پاچه خار می دادند. همسر مربی پیشین تیم ملی امید ماجرای سیلی خوردن را اینگونه روایت کرده است. وقتی به هتل المپیک رفتم تا پیش هومن افاضلی همسرم بروم تلفنم زنگ خورد که اشتباهاً تلفن من روی اسپیکر یا بلندگو رفت و خانومی که آن طرف خط بود شروع به فهاشی به من و خانواده هم کرد و سریعا تلفن را قطع کردم. اما هومن همه چیز را شنید و از این مسئله ناراحت شد. مطالبی که به همسرم نسبت داده شده کذب محض است. چرا که هومن افازلی پس از انتخاب سرمربی تیم امید با فدراسیون فوتبال قهر کرده و حتی به کوچه فدراسیون هم نمی آید. هراتیان تصریح کرده که حراست فدراسیون مسائل را پیگیری می کند. خانم الف در واکنش به موزگیری زهرا هراتیان به خبرنگار تابناک گفته است من تعجب می کنم که خانم هراتیان چگونه این مسئله را از بیخ و تکسیب می کنند در حالی که دوربین های مدار فدراسیون همه چیز را ضبط کرده و یک نسخه از آن هم الان در اختیار حراست قرار دارد. فدراسیون فوتبال ایران در روزهای اخیر شاهد تغییر چند مهره کلیدی بوده است. پس از برگزاری مجمع عمومی فدراسیون در روز شنبه، علی کفاشیان ابتدا فریده شجایی را از عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال کنار گذاشت. یک روز بعد، احمد هاشمیان به دلیل ابهامات مالی مطرح شده، از ریاست کمیته پزشکی فدراسیون برکنار شد. در ادامه هم خبر استعفای هادی آیت اللهی نائب رئیس اول فدراسیون فوتبال منتشر شد. در این میان اخباری مبنی بر برکناری قریب الوقوع محمد مهدی نبی نیز پخش شد. انتشار همین خبرها به تجمع اعتراضی در فدراسیون و سیلی خوردن خانم علف انجام میدند. حتی در آستانه برگزاری مجمع عمومی فدراسیون گفته میشد که ممکن است موضوع برکناری کفاشیان از ریاست فدراسیون هم در مجمع مطرح شود هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران مدتی است کمیته ای را مسئول بررسی تخلفات مالی احتمالی در فدراسیون کرده است سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در سال 2014 بیش از 76 هزار در جریان جنگ داخلی سوریه کشته شدند. گزارش دیگری آکیست که 15538 نفر نیز در عراق کشته شدند. پیشتر سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که جنگ داخلی سوریه از زمان آغاز آن 191 هزار تلفات جانی در برداشته است. منابع دولتی عراق به خبرگزاری فرانسه گفتند که حداقل پانزده هزار شهروند عراقی در سال 2014 در جنگ داخلی این کشور جان خود را از دست دادند. این ارقام تلفات جنگی توسط وزارت بهداشت و سلامت، وزارت کشور و وزارت دفاع کشور عراق تایید شدند و عامل اصلی این کشتار جنگ های اعتلاف شیعه و سنی با گروه داعش اعلام شده است. تلفات جانی سال 2014 به نسبت سال 2013 در عراق که نزدیک به 7000 نفر کشته شدند دو برابر افزایش داشته است. این رقم بالاترین آمار تلفات جانی در هفت سال گذشته است. در سال 2007 جنگ های فرقه شیعه و سنی در عراق جان نزدیک به 18 هزار عراقی را گرفت. سال 2014 خونینترین سال جنگ داخلی سوریه بود و بالاترین آمار تلفات جانی را از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 از آن خود کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت که بیش از 76 هزار نفر در سال 2014 در جنگ داخلی سوریه کشته شدند که در میان آنها 3327 نفر غیر نظامی و بیش از 3500 نفر کودکند. سازمان ملل متحد در ماه اوت 2014 اعلام کرد که جنگ داخلی سوریه از زمان آغاز آن 191 هزار تلفات جانی در برداشته است اما فعالان حقوق بشری میگویند که رقم حقیقی کشته شدگان از رقم تایید شده توسط سازمان ملل احتمالاً بالاتر است سال 2014 برای دولت مرکزی عراق در بغداد شروعی خونین داشت و این دولت بخشهایی از استان سنی نشین رمادی از جمله شهر کلیدی فلوجه را در جنگ با شبه نظامیان جهادی که در آن دوران خود را دولت اسلامی عراق و شام یا داعش می‌خواندند از دست داد. در ماه اوت 2014 تهاجم های نظامی گروه دولت اسلامی به مناطق کردنشین در عراق و سوریه تشکیل اعتلاف ضد گروه دولت اسلامی را به دنبال داشت. فشارهای نظامی گروه دولت اسلامی در شمال نیروهای خودمختار کرد را متحد کرد و کمپین حملات هوایی به رهبری ایالات متحده آمریکا علیه گروه دولت اسلامی آغاز شد. در سال 2014 نیروهای نظامی ارتش و پلیس عراق، نیروهای نظامی مناطق کردنشین، نیروهای مستقل کرد، شبه نظامیان شیعه و قبایل سنی در جنگ با گروه دولت اسلامی با هم ائتلاف کردند. اما تا کنون بخش قابل توجهی از کشور عراق از کنترل بغداد خارج باقی مانده است. در سوریه نیز تظاهرات دموکراسی خواهان در برابر رژیم بشار اسد در سال 2011 با سرکوب خشونت آمیز نیروهای نظامی دولت مواجه شد پس از این اعتراضات نیروهای نظامی مختلفی به جنگ با نیروهای بشار اسد پرداختند که در میانانها گروه داعش قدرت گرفت و در خلع قدرت دولت مرکزی توانست در سال 2014 نزدیک به یک سوم خاک سوریه را به تصرف خود درآورد. شهر رقه در 160 کیلومتری در شرق حلب اکنون پایتخت گروه دولت اسلامی محسوب می شود که در سال 2014 مورد حملات سنگین هوایی نیروهای ائتلاف علیه داعش از جمله ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. رئیس سازمان بازرسی کل کشور همزمان با معاون اول حسن روحانی ادعای برداشت چهار میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را تکسیب کردند اسحاق جهانگیری همچنین گفت که ادعای نمایندگان در این خصوص موجب پیگرد قضایی است با این حال برخی نمایندگان اصولگرای مجلس میگویند دولت مرتکب تخلف شده است رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادعای دیوان محاسبات و تعدادی از نمایندگان مجلس درباره برداشت غیرقانونی چهار میلیارد و 100 میلیون دلاری دولت حسن روحانی را از صندوق توسعه ملی بی اساس دانست هیئت دولت ایران نیز معاونت حقوقی رئیس جمهوری را موظف به طرح شکایت در مراجع قانونی درباره این ادعا کرد ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت من به عنوان رئیس هیئت نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور تاکید می کنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد. با وجود این، فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات و تعدادی از نمایندگان مجلس همچنان بر غیرقانونی بودن این برداشت تاکید دارم. فیاض شجاعی در یک نشست خبری نامه از بانک مرکزی ایران را منتشر کرد که به گفته او حاکی از برداشت غیرقانونی چهار میلیارد و 100 میلیون دلاری دولت از صندوق توسعه ملی است. این سند مبین برداشت مبلغ 4 میلیارد و 105 میلیون و 219136 دلار از حساب صندوق توسعه ملی بود. وی گفت که این مبلغ پس از تبدیل به ریال عمدتا برای تأمین نیازهای بودجه و طرحهای عمرانی مصرف شده است. این گفته ها در حالی است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران بار دیگر ادعاها درباره برداشت از صندوق توسعه ملی را بدون مبنا خواند و افزود که اشاعه کذب موجب پیگرد قانونی است. به گفته مسئولین دولتی، برداشت 4 میلیارد و 100 میلیون دلاری بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی انجام شده است. ستادی که به گفته آنان با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تایید آیت الله علی خامنه ای برای دوران تحریم ایجاد شده تا تصمیمات ویژه بگیرد و تمام مصوبات آن به کلی سری است. دادستان دیوان محاسبات گفت ستاد تدابیر ویژه اقتصادی موظف است آثار مالی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مصوبات خود را طی 24 ساعت پس از تصویب برای تمامی اعضای شورای عالی امنیت ملی ارسال کند. به گفته آقای شجاعی، هر یک از اعضای این شورا می تواند خواستار لغو این مصوبات شود. وی اضافه کرد اصل 176 عنوان می کند باید مصوبات به تأیید رهبری برسد و اصل مصوبه و مجریان بری بوده و چنانچه هیچ عضوی تقاضای لغو آن را نکند مصوبه قابل اجراست اما رافع مسئولیت ستاد تدبیر در قبال مصوبه نیست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز 26 آذر به شدت از انتشار مصوبات به کلی سری ستاد تدابیر ویژه اقتصادی انتقاد کرده بودند. طی هفته های گذشته مسعود میرکازمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد و غلامرضا رضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه هایی با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ضمن نام بردن از شرکت نفتی نووک با عنوان شرکت طرف قرار داد با ایران جزئیات نحوه هزینه کردن این چهار و یک میلیارد دلار توسط دولت را فاش کردند و اعلام کردند که دولت در این خصوص تخلف کرده است. یکی از وکلای شاکیان سعید مرتزوی رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی میگوید که او کارت هدیهی به نمایندگان مجلس نداده و این کارتها را برای خود برداشته است. سعید مرتزوی 19 آذر سال گذشته در نامه به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مدعی شده بود که 285 نفر از نمایندگان مجلس هشتم کارت هدیه و بن خرید سازمان تأمین اجتماعی را دریافت کردند. علی رزا حقیقی یکی از وکلای شاکیان سعید مرتزوی در میزگردی در خبرگزاری خبر آنلاین گفت ما معتقدیم اصلا کارت هدیهی به نمایندگان داده نشده و افزود چه لزومی دارد که وقتی میگویند اسامی را اعلام کن خودداری میکند بهانه ام میآورد که نمیتوانم اعلام کنم تا دیگران سوء استفاده نکنند سعید مرتزوی روز سوم آذر و پس از خروج از دادسرا گفته بود که در جلسه بازپرسی مستندات مربوط به پرداخت مبلغ حدود 200 میلیون تومان به حدود 100 نماینده مجلس را ارائه کرده اما نام نمایندگان را به دلیل اینکه علیرضا محجوب رئیس هیئت تحقیقات و تفحص مجلس قصد استفاده سیاسی از آن دارد ارائه نمی کند. و این در این حال گفته بود که اگر دستگاه قضایی لازم دانست فهرست نمایندگان دریافت کننده این پولها را به مقامات قوه قضایی ارائه خواهد کرد. پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در 13 آذر پارسال که سعید مرتزوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیاردها تومن متهم کرد، مصطفی ترک همدانی علی دقیقی و پیمان حاج محمود عطار به وکالت از تعدادی از کارگران از آقای مرتزوی شکایت کرده بودند. پیمان حاج محمود عطار دیگر وکیل شاکیان آقای مرتزوی نیز در این میزه گرد وی را متهم کرد که حق و زحمه های وکلایش در پرونده های مختلف شخصی مانند پروردی، کهریزک و غیره را از حساب تأمین اجتماعی پرداخت کرده است. وی با اشاره پرداخت 50 میلیون از سوی سازمان تأمین اجتماعی به محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد گفت سازمان بازرسی کل کشور از این دو نفر در این باره شکایت کرده است. این وکیل دادگستری هدف از پرداخت هدیه توسط سازمان تأمین اجتماعی به مدیران دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران را افساد فلعرز و تشکیل یک باند سازمان یافته در جهت اهداف ناسواب دانست و اضافه کرد یعنی دولت قبل ایشان را به این نیت آورد تا یک سری اهداف کلانی که دارند از این طریق محقق شوند به همین خاطر است که میگوید سازمان تأمین اجتماعی حیات خلوت دولت است. گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی همچنین سعید مرتزوی را به دادن 100 میلیون تومان هدیه به عبدالرزا شیخ الاسلامی وزیر کار سابق متهم کرده است. پیمان حاج محمود عطار همچنین گفت آقای مرتزوی به تمام خاندان و بستگان آقای شیخ الاسلامی در تأمین اجتماعی استان مازندران کار داده است. الان لیست کارمندان به کار گرفته شده در این اداره بیمه تأمین اجتماعی استان مازندران چندین شیخ الاسلامی است. و یفزود آقای مرتزوی آنقدر ارق ناسیونالیستی به شهر زادگاه خودش داشت که هرچه امکانات میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی کشوری بود به شهر تفت فرستاد مصطفی ترک همدانی دیگر وکیل شاکیان آقای مرتزوی نیز با اشاره به استخدام 500 نفر در سازمان تأمین اجتماعی گفت اگر به لیست کارمندان استخدام شده مراجعه کنید نوشته آن تعداد کارمند سهمیه فلان نماینده مجلس است سهمیه فلان مدیر کل است سهمیه هیئت مدیره است یک جور بدوستانی بوده است گزارش ها حاکی است که روز سوم آذر پس از حضور سعید مرتزوی در دادسرا برای وی به دلیل پرونده تخلفات سازمان اجتماعی قرار کفالت دو میلیارد تومانی صادر شده است محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران روز 23 آذر از ارسال حکم دیوان عالی کشور مبنی بر انفصال دائم سعید مرتزوی دادستان سابق تهران از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی به اجرای احکام خبر داده بود. پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری اول مرداد گفته بود که سعید مرتزوی ده پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد. این وکیل دادگستری پرونده شکایت عباس پالیزدار، پرونده بازداشتگاه کهریزک، پرونده شکایات فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی را از جمله پرونده های مفتوح سعید مرتزوی عنوان کرده بود. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر بدهید. تا هفته دیگر که با شما خواهیم بود بدرود